به نام خدا، من مهدی کردنورسی هستم. ترم 11 از سلسله در دروف آموزش ERP برنامه ویژوال توتال رو در خدمتتون هستم با موضوع محاسبات و گزارشات قیمت تمام شده کالای فروش رفته، حالا به شکل سالانه، البته به تفکیک ماه به ماه. میخوایم یه جدولی رو با هم بهش برسیم که 12 تا ماه مختلف هر ماه چندین فاکتور جداگونه داره که میاد قیمت‌های تمام شده فروش، تولید، تعداد فروش و دستمزد و فربار و مواد مصرفی رو و در نهایت سود فروش محصولات تولید شده رو به تفکیک گزارش میکنه و در نهایت آخرش هم میاد همون محصول رو مجموع سالانش رو گزارش میکنه. در همین ترم قسمت اولش در واقع ما ادامه میدیم زنجیره تأمین رو و قسمت دوم اون رو میبینیم تولید رو و حمل رو و صدور صورت حساب ها رو تا بتونیم مقدماتی رو آماده بکنیم که برسیم به اون جدول قیمت تمام شده شه. ما در قسمت اول که شامل 6 جلسه هستش فرایند تأمین، برنامه ریزی مواد اولیه، تولید و حمل و صورت حساب فروش رو به ترتیب اون چی که در درخواره هلپس در 6 قسمت با هم دیگه مرور میکنیم. جلسه اول ما میام در مورد رسیدنبارهای اتوماتیکی که روی چند تا برگه بود که نیاز به بازرسی یا گواهی کیفیت ندارند صحبت میکنیم. میام صفحه برگه ورودها رو در موردش بررسی میکنیم، تنظیماتی داریم، یه سری طبقه بندی های خاصی داریم، اونها رو با هم میبینیم و میایم کدهای فایفو کالاها رو یه بار دیگه مرور میکنیم، الگوهاشو نگاه میکنیم، مفسر کد کالا رو نگاه میکنیم، چون به هر حال کالاهایی که قراره تولید بشه به شکل فایفو قراره بیاد بیرون و این قالبش تنظیماتی داره که انجام خواهیم داد و میایم کد حسابداری که مربوط به تأمین کننده باشه، اونم باز یه تنظیماتی داره که رو چه سرشاخه هایی باشه طرف بستانکار ما و میایم تقسیم به نسبت میکنیم هزینه یک پروژه رو بر مبنای فی شاخص محصول به عنوان در واقع یک رسید انبار. میتونیم این فی ایندکس آف پروداکت رو بگیم ضریب از فی محصول که به مواد اولیه نسبت دادیم بر مبنای اون بتونیم تقسیم به نسبت بکنیم هزینه رو روی در واقع کل قطعات بشکنیم اون هزینه رو و قیمت رسید انبار رو بتونیم محاسبه بکنیم و در نهایت سند اتوماتیکی بگنیم که روی 3 مرکز توجه کار بکنه به عنوان مراکز هزینه اون سند. در قسمت جلسه دوم ما میایم پروژه در واقع تأمین رو داریم که به چه شکلی درخواست بکنیم و به سند حسابداری برسیم، یعنی از درخواست تا سند حسابداری این سر خطه و این تای خطه، بعد از درخواست میشه سفارش و بعد میشد برگ ورود و بعد گواهی کیفیت و بعد رسیدنبار و در نهایت سند حسابداری. ما میام یک مثالی از این رو به عنوان یه پروژه با هم دیگه نگاه میکنیم که حالا درخواست صادر میشه، چه کالاهایی با هم دیگه مرتبط هستند در صدور درخواست. مثلا الان قطعات خودرو توی این مثال میخوایم حل بکنیم، یه دفعه 370 تا قطعه با هم توی یه پروژه با هم درگیرن
من اگه بخوام یه درخواست بگنم 100 تا درس از این کالا رو وارد کنم، باید بشینم 370 تا رکورد درسی کد درخواست بگنم. درسی ها که راه‌هایی وجود داره که اینها رو به طور گروهی بار بکنیم در برگه درخواست. روش‌های خلاصه‌ای داریم توی درخواست که بتونیم سفارش خرید رو و سفارش در واقع استعلام رو دور بزنیم و یه دفعه از درخواست بریم به برگه ورود. اینم یه ترتیبی داره که بتونیم یه بخشی از این فرایند رو حذف بکنیم، به خاطر اینکه خب حالا توی بعضی از بیگینرها میگن ما احتیاج به سفارش نداریم، استعلام هم نمیخوان، همین که درخواست تایید شد بعد برگه ورود صادر بشه. در قسمت درخواست ما میتونیم امضاهای الکترونیکی رو به طور گروهی تسلیم بکنیم برای کالاهایی که هم خانواده هستن و همینطور سفارشات خرید رو. بعد برگه ورودی که به وسیله انتقامات صادر میشه میتونه کالاهای به هم مرتبط رو به طور گروهی انتخاب بکنه و بیاره تو برگه ورود، یعنی از تو صف برگه ورود انتقامات نرسی 170 تا رکورد دونه 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 بشینه تیک بگنه انتخاب بکنه. و اونا ممکنه توی یک سری پکای بزرگ داره میاد که خب مشخصه تو هر پک 370 قطعه هست، از هر کدوم مثلا 10 تا دونه، و برگه ورود رو بیان کامل کنن به وسیله انباردار به طور گروهی یک سری فیلداش رو جایگزین بکنن. یعنی اینا امکانات خاصیه برای که سرعت بده به کارمون، وگرنه منطق همونی که قبلا دیدیم. و در نهایت رسید انباری تولید بکنیم، بیایم آنالیز بکنیم در واقع هزینه سفارش رو از توی حسابداری در بیاریم، قیمت تمام شده اون سفارش تو حسابداری چقدر بوده تا الان، و بیایم ارجاعاتش رو در بیاریم و اون پروژه رو سرشکم بکنیم، به اصطلاح پروریت بکنیم، تقسیم به نسبت بکنیم هزینه‌ش رو بر مبنای حالا این دفعه فی خرید، میتونه فی خرید ارزی باشه مثلا، و در نهایت یه سند حسابداری بزنیم که بتونیم در واقع مانده سفارش رو پاس بکنیم و سفارش رو ببندیم و بیاریم انتقالش بدیم به انبار. چطوری؟ اگر سفارش با یک سری مراکز هزینه بدهکار شده، موقع رسید انبارم در چند مرحله ممکنه بار برسه، با همون ترتیب ما بتونیم با همون مراکز و ریفرنس ها اونها رو بستان کار بکنیم. در جلسه سوم دوباره برمیگردم توی بیو ام، این دفعه روی برنامه ریزی مواد به شکل فایفویی، حالا جنس تو انبار موجوده، با هر کالا ممکنه 10 تا کد مختلف از 10 تا پارت و سفارش مختلف موجودی داشته باشه، و حالا ما میخوایم محصولی رو تولید بکنیم، میخوایم که از بین این کالاها جور بکنیم، فایفویی از انبارمون تزریق کنیم به سالن تولید و در نهایت اونجا هم حواله بگنیم و مصرف کنیم و بتونیم محصولمون رو در بیاریم. حالا اینجا بیو ام از مواد اولیه میخواد ارسال بشه به سالن تولید. اینجا یک آنالیزی داریم از انبارهای مختلف، از موجودی های فایفو تو انبارهای مختلف و از واحدهای کل هر کالا، مثلا فرستانی کیسه 50 تایی، یک گالون 20 لیتری، هرچی موقعی که میخواد اینها رو انتقال بده از یک انباری مواد اولیه به سالن، بر اساس واحد کلش ضرایبش ممکنه متفاوت باشه، بر اساس مقداری اینها آنالیز داره که حالا با هم خواهیم دید. این رابطه را متریال و محصول، مواد اولیه و محصول، کسری و اضافه شو بشینیم آنالیز بکنیم و بتونیم بدونیم که چقدر کالا در راه داریم. حالا میره صف درخواست ها رو نگاه میکنه که از این کالا چقدر درخواست داریم که حالا هنوز وارد نشده، و بتونه به طور اتوماتیک خودش یه درخواست جدیدی رو صادر بکنه. و همه اینا با تحلیل هستش، این تحلیلاش مهمه که ماشین این کار رو انجام میده و تحلیلاش رو به ما نشون میده و ما حالا تصمیم میگیریم که میخوایم این کار رو بکنیم یا نه.
در مورد همین مواد اولیه حالا بیاد یه حواله مصرفی اتوماتیک صادر کنه یا یک انتقالی انبار اتوماتیک صادر کنه از این گزارشی که حالا آنالیز شده و تایید و تصویب شده. در جلسه چهارم میتونیم این را متریال مواد اولیه رو حواله مصرف براش صادر بکنیم روی محصولات رسید شده، یعنی رسید انبارهای محصول حالا میخوایم حواله مصرف صادر بکنیم. ما باید یه سری نوع فرمهای انبار چه در مورد رسیدش چه در مورد حوالش، اونها تنظیماتی داره که بایستی انجام بدیم. ماشین باید بفهمه که این رسید از نوع رسید دریافت محصول از سالن، باید بفهمه که بابت این حواله مصرفی لازمه، اما طرف حواله مصرفی باید بدونه از چه نوعی باشه، ارتباطاتی داره و تنظیماتی داره و اینکه باید خب بیو ام ما معتبر باشه تا بتونیم قراردادهایی که برای محصول میبندیم در واقع اونها معتبر باشه. این کنترل ها انجام میشه موقعی که میخواد حواله مصرف صادر بشه و بیاد کسری مواد اولیه در انبار یک گزارش مفصلی برای ما صادر بکنه که ما بدونیم چه موادی رو کم و کسر داریم و در نهایت بتونه این مواد اولیه رو ارسال کنه به سالن تولید به شکل یک انتقالی که از چندین انبار مختلف ممکنه این مواد رو جور بکنه و بخواد انتقال بده به سالن، ممکنه چندین انتقالی مجزا جداگونه صادر بشه. این مواد اولیه ها حالا باید یه حواله مصرفی انبار براشون صادر بشه که بتونن از سالن برداشته بشن و در نهایت بتونن قیمت محصول ساخته شده در رسید انبار رو محاسبه بکنه و بیاد موادشو که از روی حواله مصرفی در میاره، دستمزد و آورهدش هم که از روی قرارداد ساخت با سالن از حسابداری قبلا مقدارشو خونده و میاد یک لینک دو طرفه‌ای برقرار میکنه بین رسید انبارها و حواله انبارها. یعنی ما یه رسید محصول رو میدونیم که چه حواله مواد اولیه‌ای متناسب با اون هست و تو اون حواله چه کالاهایی به شکل فایفو مصرف شده. فردا اگر اون محصول ما کلیمی براش اومد، یک برگشتی شکایتی چیزی شد، ما دقیقا میدونیم که از کدوم سریال نامبرها کدوم مواد مصرف کردیم توی حوالش و میدونیم این مواد از کدوم سفارش بوده، از کدوم تامین کننده بوده، کی اومده تو انبار و در نهایت میتونیم ما ردیابی بکنیم به عبارتی موادی که در اون ساخت محصول به کار رفته. در جلسه پنجم میایم در مورد انبار محصول حالا میخوایم حملش بکنیم، یعنی شیپ بکنیم، از انبار محصول رو تحویل مشتری بدیم، برگ خروج صادر بکنیم، یه فرم خروج صادر بکنیم به شکل فایفویی. محصولات ساخته شده رو میخوایم بر اساس دستور تحویل هایی که الان داریم ببریم بار بگنیم تو کامیون و در واقع انتقال بدیم به انبارهای مشتریمون که حالا یه برگ خروج صادر میشه به اصطلاح ما شیپ فرم یا برگ خروج که اونجا مانده زمانبندی دستور تحویل ها رو میبینه و از روی اونها میتونه برگ خروج صادر بکنه که حالا ما میتونیم امکاناتی داریم که بتونیم برگ خروج ها رو ببینیم، براوز بکنیم، شماره کامیون و راننده و خیلی فیلدهای مختلفش رو مرور بکنیم و در نهایت اونها رو تایید و تصویب بکنیم، امضای الکترونیکی بکنیم و اینها به طور اتوماتیک میاد محصولات رو خودش بر اساس فایفو انتخاب میکنه از انبار با همون ترتیب بر اساس تعدادی که توی برگ خروج هست خودش جور میکنه. انباردار میدونه کدوم پارت ها رو باید بار بگنه و این فرمای خروج چند تا امضا داشته باشن. وقتی که تایید و تصویب شدند حالا
یک حواله فروش یا صورت حساب فروش یا به اصطلاح بیل صادر میشه که میره در قسمت فروش، مشتری ما بدهکار میشه، قیمتش هم از روی قرارداد فروش خودش میخونه و مقداردهی میکنه. اینجا دست و اپراتور کاری انجام نمیده و این فرم خروج یا برگ خروج میتونه به طور اتوماتیک این وایس جنریت بکنه روی خود قراردادها که راجع بهش صحبت کردیم و خودش قیمت ها و مالیات هایی که توی قرارداد هست رو نسبت بده به در واقع حواله فروش. ما دیگه خیالمون راحته که خطای دستی و اپراتوری نخواهیم داشت توی مرحله. همین که بار هم شد سندش خورده و حوالهش صادر شده و حتی ما میدونیم کدوم سریال نمبر کدوم ترتیب محصول ما خارج شده. در جلسه ششم میام روی سندهای اتوماتیک که برای حواله های انبار باید تولید بشه صحبت میکنه. اونم پیچیدگی های خاص خودشو داره. حالا حسابداری یه فری کد هایی داره که ما باید یه تنظیماتی رو براش انجام بدیم، مثلا حساب فروش و انبار و قیمت تمام شده کالای فروش رفته، مالیات ها و عوارف های فروش و تخفیفات و هزینه های حمل و ارفونم که پیش دریافت و اینها رو باید ما تنظیم کنیم. ماشین میشناخه، یک بار تنظیم میکنیم، هر بار که حواله صادر میشه خودش سند حسابداریشو میبره و میاد دو به دو پاس میکنه حسابهای دریافتنی مشتری رو با پیش دریافتاش. اگر ما پیش دریافتای مختلفی از بابت قراردادهای مختلفی قبلن به ترتیب گرفتم، حالا میاد موقعی که بارو داره تحویل میده به همون نسبت از توی پیش دریافتا کم بکنه و این حسابها رو ببره تو حسابهای دریافتنی و اون موقع است که میاد به وسیله یک مشتری برای پیش دریافتایی که دریافت کردیم، اگر بار ما در چند مرحله داره تقسیم میشه به همون نسبت هم میاد برای این صورت حسابایی که همزمان نیستن، حالا روزانه هفتگی داره صادر میشه، به نسبت از محل پیش دریافت اونها رو پاس بکنه و حساب پیش دریافت رو خودش ببنده و صفر بکنه. در جلسه در واقع 6 جلسه بعدی همون پارت دوم حالا میاد راجع به سود و زیان یک جدولی داریم که همون جدول سالانه بود که راجع بهش صحبت کردیم، میخوایم اون رو مقداردهی بکنیم و محصولمون رو آنالیز بکنیم و خرید و فروشمون رو، یعنی اون جدوله که راجع بهش صحبت کردیم، جدول قیمت تمام شده کالای فروش رفته، میاد میگه چقدر تولید کردیم، با چه قیمتی برامون در اومده، هزینه موادش چقدر بوده به تفکیک، هزینه سربارش چقدر بوده، دستمزدش چقدر بوده، چند تا فروختیم و سود یا زیان این در واقع فروش ما چقدر میشه به ازای هر محصول و در نهایت به تفکیک ماه به ماه و در نهایت در آخر سال هم که جمعشو میکنه. این چیزی که ما میخواییم برسیم بهش و این همون خروجی این سیستم ERP هستش که بتونیم به امید خدا اینو ماه به ماه توی یک بیزینس اگر ما داشته باشیم و اعداد و ارقام قابل کنترلی باشه که با ترازنامه ما بخونه، این در واقع یک چیز نوبری هست، یک چیز محشری هستش که مدیران اون بیزینس بسیار خوشحال خواهند شد اگه همچنین چیزی رو بهش برسن. خیلی تلاش میکنن و از هر صد تا دوتاشون میتونن به همچین چیزی برسن. و در جلسه هفتم ما همین جدول رو که عرض کردم، حالا ماهانه و سالانه، خود جدول رو یه مروری بهش بکنیم ببینیم که چی هستش. عرض کردم محصولات رو میاد محصول به محصول توی سطرها می نویسه و اون طرف هم میاد هزینه ها رو، اون فیا رو ماه به ماه توی ستون ها می نویسه که عرض کردم شامل تعداد تولید یا خرید هست و تعداد فروش و اون طرف میانگین قیمت مواد و محصول
دستمزد و سربار و قیمت تمام شده فروش رفته و میانگین خود فروش و در نهایت میانگین سود یا زیان اون محصول و یک جمع سالانه هم که عرض کردم که به اجزای هر محصول داره به عنوان توتال و موجودی های اول و پایان دوره اون کالا رو به علاوه فیش اونم تو همین گزارش هستش که ما اول دوره چقدر داشتیم با چه قیمتی چقدر تولید کردیم و فروختیم و چه شده و چه نشده و در نهایت در پایان دوره الان چند تا مونده با چه قیمتی. این خاصیت این جدوله بود که خود ساختارش رو با هم تو جلسه هفتم می‌بینیم. تو جلسه هشتم حالا می‌خوایم یه جوری بیایم به این قیمت‌ها در واقع شروع کنیم مقدار دهی کردن، این اعداد و ارقام این جدول رو از کجا بیاریم که بخوایم به اینها نسبت بدیم. توی بخش اولش ما میتونیم بیایم یک گزارشی رو در واقع تهیه بکنیم به جزئیات که به طور سالانه به تفکیک ماه چقدر ما رسید انبار تولید داشتیم، یعنی اگه بتونیم از رسید انبارهای تولیدمون یه گزارش بگیریم و اونا رو گروه بندی کنیم بر اساس محصول و سالن تولید که حالا البته برگشت از وارده ها میتونه جزوش باشه، به علاوه اون تعداد در واقع محصولمون میتونیم از توی این گزارشه به یک سری از ستون‌های این جدول مقداردهی بکنیم. دومش اینه که بتونیم بیایم رسیدنبارهای در واقع محصولمون رو گزارش گیری کنیم با اونهایی که حواله های مصرفی داشتن، با حواله های مصرفی اونم میشه با کوئری جنریتور یک شرطی زد و یک گروه بندی ساخت و ماهانه به تفکیک محصول و ماه از مواد مصرفی که مصرف شده توی اون رسیدن برای تولید عرض کردم که اونها لینک دو طرفه دارن دیگه، رسیدن برای که حواله مصرف داشتن و توی اون حواله های مصرف هم فی مشخصه. به این ترتیب ما میتونیم در واقع یه گزارشی بگیریم که بدونیم فی مواد ما به ازای هر محصول چقدر بوده و خروجی اون گزارش باز میاد مقداردهی میشه تو اون جدوله. یک بار دیگه حالا این دفعه میام یه گزارش فروش به تفکیک محصول ما میگیریم، سالانه به تفکیک ماه به ماه به که جزئیاتش مشخصه و گروه بندی شده، محصول ها شامل برگشت از فروش ها هم میشه و میانگین قیمت فروش به ازای هر محصول هم جداگونه در میاد. باز خروجی این گزارش میاد مقداردهی میشه به اون جدول. ملاحظه میکنید که ما اون جدول رو نمیریم مثل اکسل برداریم بشینیم با دست پر بکنیم، از توی خود سیستم گزارشاتی میگیریم، اون گزارشات توجیه کننده هستن، امضا میکنیم و با یه دکمه نتیجه اون گزارشات بار میشه توی اون جدوله. یعنی فردا رو هر کدوم از اعداد اون جدول دست ببرن و توجیه بخوان، ما پرینت و دیتیلش رو داریم که از کجا این عدد رو به دست آوردیم. و در جلسه نهم باز بحث مقداردهی به هزینه هاست که این دفعه ما میایم کنترل میکنیم آخر هر ماه، اون در واقع سندهای آخر ماه رو کنترل میکنیم و بعد میایم یک گزارش تهیه میکنیم که در اون گزارش 12 ماه هست به تفکیک هر ماه. توی اون گزارش اومدیم یه سری مراکز هزینه رو با هم دیگه گروه بندی کردیم بر اساس یه سری از سندهای حسابداری، یه سری کدهای حساب با هم دسته بندی کردیم و اونها رو به 3 گروه دستمزد، سربار و مواد تقسیم بندی کردیم. حالا از حسابداری وقتی من یه گزارش میگیرم به این ترتیب سندهای حسابداری که قطعی شدن میان برای من تکلیف این دستمزد و سربار رو
روشن میکنن. حالا ما این گروه بندی رو انجام دادیم تو حساب داری از سطوح مختلف حساب و خروجی اون گزارشه که شبیه حالا یه ترازنامه هست، اونم میاد با به ستونهای دستمزد و فربار ما مقدار دهی میشه میکنه تون جدول. توی قسمت چهارمم باز ادامه میدیم، این دفعه میریم توی انبارها، موجودی انبارها رو تست میکنیم، بحث کنترل یک پارچگیش رو انجام میدیم و میایم وقتی که مطمئن شدیم که انبار ما درست به گردش های ما با موجودی های ما همه میخونه، حالا میتونیم به راحتی بیایم موجودی اول دوره و پایان دوره رو از این گزارش انبار ببریم نسبت بدیم به ستون‌های دیگه اون جدول، یعنی حالا ستون‌های موجودی اول دوره و پایان دوره است مقدار دهی میشه. کنترل میکنیم تعاریف بی او ام ها رو که نفر ثانیه افراد رو داریم و مرکز هزینه های هر محصول هم که تو بی او ام مون داریم. حالا که اینا رو داریم، از توی اون ترازنامه که اون عددهای اصلی رو به دست آوردیم، ما میایم در واقع پروریت میکنیم، سرشکن میکنیم یا تقسیم به نسبت میکنیم آخرین گزارش صورت خلاصه هزینه هامون رو که بالا گرفته بودیم تا بتونیم مواد و دستمزدمون رو بر اساس نفر ثانیه‌ای که هر محصول به کار رفته بتونیم نسبت بدیم. به راحتی تعداد محصولات رو داریم، جمع نفر ثانیه‌اش رو در میاریم و اون عددا رو تقسیم میکنیم، فی هر نفر ثانیه به دست میاد و اون طرف حالا با این فی ها ضرب میکنیم در نفر ثانیه هر محصول تا بتونیم به دستمزد و فربار هم مقدار دهی بکنیم. این کارها به وسیله خود ماشین انجام میشه، من دارم فقط اینجا منطقش رو به شما توضیح میدم، کار دستی انجام نیست. ما فقط طی ماه وقتی که سندامون رو درست ببنیم، کنترل بکنیم، قطعی بکنیم، کار تمومه. اما اون طرف اگه برگه های انبارمون رو درست عمل بکنیم، قطعی بکنیم و این تست بالانس ها مغایرتی بین سیستم حسابداری و انبار و اموال و حساب های دریافتنی و پرداختنی و غیره و غیره نشون نده، کار ما تمومه و این گزارشات اتوماتیک خودشون استخراج میشن و اون جدول رو مقداردهی میکنن. حالا در جلسه 11 ما ادامه میدیم یک سری کارا و عملیاتی رو خود اون جدول هست، جزئیاتی داره، مثلا بتونیم چند تا ماه مختلف رو انتخاب کنیم نشون بده یا نشون نده، یک سری آیتم ها رو انتخاب بکنیم یا فی های خاصی رو بگیم نشون بده که بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا بگیم فقط قیمت تمام شده های این 6 تا محصول میخوام ببینم، اونم تو این 4 ماه به خصوص فرض کنیم، یا فقط فروش ها رو نشون بده یا فقط فودوزیان ها رو نشون بده. به این ترتیب هم در سطرها هم در ستون ها چون تعداد زیاده یه فری فیلترها و تیک هایی داره که میتونید استفاده بکنیم. تو خود این جدول عرض کردم که این ستون ها قابل انتخابه که راجبش صحبت کردیم، موجودی اول دوره پایان دوره همینطور، و بتونیم به شکل ماهانه مواد مصرفی که در انبار صادر شده از بیوم اون رو ببینیم و رسید انبارهای محصول رو ببینیم. اونم تنظیمات و در واقع تیک هایی داره که حالا میتونیم با هم ببینیم و اینجا کنترل موجودی انبار هم که حرف دادم شرط لازم این کار هستش و بتونیم فی مواد مصرفیمون رو از روی بی او ام ببینیم و انحرافات بی او اممون رو به دست بیاریم. در واقع در جلسه 12 حالا یه سری گراف میتونیم تولید کنیم. حالا که این جدول در اومد دیگه آسون میشه دیگه، خیلی راحت حالا ما میتونیم خروجی این جدول رو بفرستیم برای نمودارها. مثلا میگه یک جدول ماهانه تعداد تولید رو در بیاریم از هر محصول یا تعداد فروش هر محصول رو یا مقدار
مبلغ فروش و اونا تعداد بود، اینا میشه مبلغ فروش رو بتونیم ماه به ماه، و یا قیمت تمام شده فروش رو ماه به ماه، یعنی اینا چارتای مختلفیه میتونیم رو با هم ترکیب هم بکنیم البته، و در مورد هر محصول ما سود یا زیانش رو بتونیم فقط نشون بدیم روی چارت، و قیمت رو مواد و عرض کنم که دستمزد و سربار، همه اینها چیزاییه که تو این جدول الان موجوده و ما میخوایم فقط ستون به ستون انتخاب بکنیم و بفرستیم برای نمایش به شکل نمودار، گراف یا چارت ها. تا اینجا ما بحثمون تموم میشه و توی این یا جلسه ترم 11 هم تموم میشه و وارد ترم نهایی میشیم که ترم 12 هم هستش که به موقع خودش من برای شما صحبت خواهم کرد. خیلی ممنون از توجه شما.